دیدگاه مردم درباره پولدار شدن به 5 دسته تقسیم میشه. دسته اول اونهایی هستن که اصلاً پولدار شدن یا نشدن براشون مهم نیست. یعنی میگن اگه پولدار شدیم که شدیم و اگه پولدار هم نشدیم نشدیم. دسته دوم اونهایی هستن که میگن میخوایم پولدار بشیم. و اما دسته سوم اونایی که میگن نه فقط میخوایم پولدار شیم بلکه باید پولدار شیم. دسته چهارم و پنجم دقیقاً مخالف دسته دوم و سومن. یعنی دسته چهارم اونایی هستن که میگن ما نمیخوایم پولدار شیم چون حس میکنن شاید پولدار شدن اونها رو از چیزهایی که تو ذهنشون بهتره دور میکنه. و دسته پنجم میگن نه اینکه فقط نخوایم بلکه نباید پولدار شیم چون اینها یقین دارن اگر پولدار بشن حتما از یه سری باوراشون دور میشن. اکثر آدمهای دسته چهارم و پنجم عموما به ظاهر مذهبی هن اما نه مذهبی واقعی. اینها تفکراتشون برگرفته از دین مبین اسلام نیست بلکه یه جورایی تفکرات صوفی مسلکانه دارن. چون بزرگ اسلام رو که نگاه میکنی میرسی به وجود مبارک و نازنین پیامبر اسلام که درود و رحمت خدا بر او و خاندانش باد و میبینی که همسر همین پیامبر خدا خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها ثروتمندترین فرد زمان خودش بوده و شغلش هم تجارت بوده و در اکثر منابع تاریخی آوردن که بیش از 80,000 شتر داشته که فقط کالاهای تجاریش رو جابجا میکردن. ما میخواییم تو این قسمت به اون نقطه برسیم که اگر واقعا دنبال راهی به سوی ثروتیم پس جزء اون گروهی باید بشیم که میخوان حتما ثروتمند شن. شاید بعضی ها بگن که گروه دوم هم خوبه، یعنی گروهی که میخوان ثروتمند بشن. خواستن خوبه اما انسان در کنار این خواسته هزاران خواسته دیگه داره و وقتی خواسته ها زیاد بشه اولویت بندی ها شکل میگیره و ممکنه بعضی وقتها خواسته کم رنگ بشه و حتی نادیده گرفته شه و فراموش بشه. پس ما باید به این نقطه برسیم که باید پولدار شیم. حالا سوال اینه که چرا باید پولدار باشیم؟ بذاریم برعکس رو جواب بدیم. یعنی بگیم اگر پولدار نباشیم چی میشه؟ دو حالت برامون پیش میاد. حالت اول میشه فقر که احتمالاً میدونین فقر ریشه هزاران کثیفی و خرابی تو زندگی هست. حتی اونایی که میگن پولدار شدن آدم رو کثیف میکنه اگر یه بار با خودشون بگن که فقر با آدم چه کارها میکنه به این نقطه میرسن که گناه و زشتی که در فقر هست 10 برابر ثروت بیشتره. ضمناً مگه ما قرار پولدار شیم میخوایم چیکار کنیم که وقتی فقیریم نتونیم؟ اون گذشته ها بود که وقتی طرف پولدار میشد میتونست بره سمت کثیفی و هرزگی، تازه اونم شاید و خیلی هم نمیرفتن. الان طرف کافیه فقیر باشه اما فقط یه گوشی یا ماهواره یا هر چیزی کوچیکی داشته باشه تا بره سمت کثیفی. این که آدم کثیف باشه یا پاک خیلی به پولش ربطی نداره بلکه به شخصیتش ربط داره. انسانی که شخصیتش کوچیک و روش نکرده بی پول هم که بشه کثیفه. اونی هم که شخصیتش بزرگه پولدار هم که بشه پاک میمونه. آدمی که از نظر ذهنی پایینه تو مسجد خدا هم که بشه نگاهش دنبال ناموس مردمه. آدم با شخصیت تو لس آنجلس هم که بره دنبال ناموس مردم نمیره. پس اصالت به شخصیته و بی پولی و پولداری بهونه است تا یه عده بی عرضه به اسم دین و خدا بتونن فقر خودشون رو کاور کنن و پوشش بدن. این میشه همون جهل مقدس. یه نگاه به اطرافمون بندازیم. چقدر از دخترامون به خاطر بیپولی رفتن سمت خطا؟ چقدر از پسرامون به خاطر فقر رفتن سمت دزدی و مواد؟ چقدر از پدرامون به خاطر بیپولی پیش زن و بچه هاشون خار شدن؟ چقدر از مادرامون به خاطر نداری پیش بچه هاشون خجالت کشیدن؟ و همش آدم میگه ای کاش داشتم تا نمیذاشتم بابام مامانم داداشم آبجیم به این روز بیافتن. حالا یکی هست که میگه آقا چرا فیلم هندیش میکنی؟ همه هم که فقیر نیستن اینجوری که شما میگی. آره درسته. اینجا میشه همون دسته دومی که گفتیم، یعنی اونایی که فقیر نیستن اما پولدارم نیستن، دارن میگذرونن فقط، زندگی نمیکنن به اون معنا و فقط زندن. خوشبینانه شونم که در نظر بگیریم اینه که یه پسندازکی هم دارن، اما قبول نداری که این دسته از مردم هم تو دلشون یه عالمه نگرانی دارن. نگرانی تورم، نگرانی آینده، نگرانی این که اگه یه مریضی به جون من یا خانوادم بیفته که قرار بشه یه عمل جراحی انجام بدم چی؟ نگرانی اضافه کردن پول رهن خونه از سمت صاحب خونه،
نگرانی خرج دانشگاه بچه هام، نگرانی جایزه دخترم، نگرانی شغل و کسب و کار پسرم که چجوری بفرستم این سر خونه زندگی و هزاران نگرانی دیگه که فکر و اعصاب آدم رو به هم میرزه. بعد ثمره همه اینا میشه چی؟ میشه استرس، میشه افسردگی، میشه مریضی و بیمارستان. برو یه سر بیمارستانا میبینی که چقدر شلوغ‌تر شده از سالهای قبل با این همه پیشرفتی که تو علم پزشکی داشتی. میری از دکترا میپرسی که چرا انقدر شلوغه؟ میگن همش از اعصاب. معده و گوارش میری میگه مال اعصابه. دست و پا میگه اعصابه. چشم و گوش میگه عصبی شدی که اینجوری شده. قلب میگه همش مال اعصابه. نتیجهش هم میشه این همه مرگ‌های زودرس و ناگهانی که فلانی جوان بود یهو سکته کرد و مرد. خب این همه فشار عصبی از کجاست؟ با اینکه این آدما اونجوری ها هم فقیر نبودن. آره عزیزم درسته که فقیر نیستن، اما نگرانی فقیر شدن در آینده رو دارن و همین نگرانی کافیه برای نابود کردن یک انسان. نشنیدی میگن وصف العیش نصف العیش؟ یعنی حتی وصف کردن خوشی اندازه نصف خوشی لذت داره. دقیقاً برعکسش هم هست. نگرانی از فقیر شدن هم اندازه نصف فقیری فشار میاره روی آدم. از بدیهای بیپولی تا حدی گفتیم. حالا از اون طرف اگه پولدار باشم چی میشه؟ اگه پولدار باشم خونم رو میخرم و دیگه نگران اجاره خونه و سر سال بلند شدن نیستم. اگه پولدار باشم ماشینم مرتب و نگران یه سفر امن توی جاده نیستم. پولدار باشم تفریحات سالمم رو دارم. پولدار باشم ورزش‌هایی که دوست دارم رو میرم. پولدار باشم با حوصله یک گوشه‌ای کتابایی که دوست دارم رو میخونم. پولدار باشم مهمونی میگیرم، فامیل و دوست و آشنا رو دعوت میکنم تا دور هم خوش بگذرونیم. پولدار باشم ویلامو میخرم، با اقوام تو ایام تعطیلات میریم، خستگی کار رو از تن خارج میکنیم. پولدار باشم برای خانواده‌ام یه زندگی خوب و یه رفاه کامل میسازم. پولدار باشم تو در و همسایه کسی به گیر و مشکلی خورد درش میارم. پولدار باشم تو فامیل گره‌ای به کار کسی افتاد جمع جورش میکنم. پولدار باشم دختری جهیزیه نداشت براش جور میکنم. پولدار باشم چند تا بچه یتیمو به سرپرستی قبول میکنم. پولدار باشم لوازم و تحریر میخرم برای چند تا بچه فقیر که از علم و دانش عقب نیفتند و آیندهشون تباه نشه. پولدار باشم مسجدی، مدرسه‌ای، بیمارستانی میسازم. پولدار باشم کارگاه یا کارخونه تولیدی میزنم، چند تا جوونو میارم سر کار. پولدار باشم سفرهای متنوع داخلی و خارجی میرم. پولدار باشم تو هتل‌ها و جاهای لاکچری شب رو میگذرونم. پولدار باشم غذاهای خوب میخورم. پولدار باشم لباسهای شیک برای خودم و خانوادم میخرم. چرا باید فکر کنم اگر پولدار باشم کثیف میشم؟ من اگر پول داشتم یقیناً آدم پاک تری میشم. دین ما میگه تفریح مؤمن سوارکاری و تیراندازی و شناست. پول داشتم میرم اسب میخرم، باشگاه تیراندازی میرم، سانس اختصاصی شنا میگیرم. دین ما میگه سعادت مؤمن داشتن خونه بزرگ، مرکب راهوار، همسر شایسته و فرزند صالح. پول داشتم میرم یه خونه بزرگ و لاکچری میخرم توش زندگی میکنم. ماشین آخرین مدلم رو سوار میشم، از یه خانواده اصیل برای بچه هم همسر میگیرم، یه عروسی قشنگ آبومن برگزار میکنم، برای بچه هم خونه میگیرم که راحت زندگی کنن و کمکشون میکنم تا بتونن مستقل شن. پولدارشم برای صالح شدن بچه هم تو هر زمینه‌ای که نیاز داشتن براشون معلم میگیرم و هزینه میکنم. چه زیبا فرمودن امام علی علیه السلام که پول و ثروت بهترین یاور در راه تقوای الهی است. پس بیام با خودم ببندم که باید پولدار باشم. اگه بستم که باید پولدار شم میافتم دنبال پول و همون اول برام یه سوال مهم مطرح میشه: پول کجاست؟